همزمان با بحران سیاسی و اقتصادی در افغانستان، بحران خشکسالی نیز دامنگیر شهروندان این کشور شده است. ساکنان نواحی مختلف شهر کابل از تهنشینی آبهای زیرزمینی شکایت دارند و میگویند که مجبورند فاصله های زیادی را طی کنند و صف های طولانی را پشت سر بگذارانند تا آب مورد نیاز خود را تأمین کنند. خرید جیره آب به جای پول گزینه دیگری است که این روزها در پایتخت افغانستان مرسوم شده است. گفته می شود مشکل کم آبی در نواحی 6 و 13 شهر کابل که ساکنان آن عمدتاً هزارها و شیعیان هستند بیشتر است. ساکنان این نواحی غرب کابل می گویند در گذشته شرکت های آبرسانی خصوصی آب مورد نیاز اکثر ساکنان این مناطق را تأمین می کرد که با تهنشینی آبهای زیرزمینی در کابل این شرکت ها نیز قادر نیستند همه روزه به مشتریانشان آبرسانی کنند. این در حالی است که کمیته بین المللی نجات گزارش داده است که افغانستان سومین کشوری است که از تغییرات اقلیمی آسیب دیده است. طبق گزارش این کمیته افغانستان پس از خشکسالی‌های پی هم در جمع 10 کشوری قرار گرفته که بدترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل خواهد شد. اکنون با تسلط دوباره طالبان در افغانستان این گروه نه تنها که برنامه‌ای برای حل مشکلات مردم ندارد بلکه با گذشت هر روز محدودیت‌های تازه علیه مردم افغانستان به ویژه قومیت‌های غیر پشتون و شیعیان و از می‌کنند.